سریال مانکن به کارگردانی حسین سهیلی زاده با حضور بازیگران معروف ایرانی برای شبکه نمایش خانگی ساخته شده است. حسین سهیلی زاده قبلاً کارهای شاخصی را در کارنامه اش داشته است که می توان به سریال آوای باران، سریال فاصله ها و سریال دلنوازان اشاره کرد. این سریال ها بسیار دیده شدند و مورد پسند مخاطبین قرار گرفتند. در این سریال می بینید که میشه عشقهای بزرگ و زیبا، دشمنان بزرگ و مخوف داشتند. پیش بینی می شود که این سریال هم با توجه به موضوع درام عاشقانه ای که دارد بسیار پرفروش و پربیننده شود و همانند سریال دلنوازان و فاصله ها بسیار دیده شود. سریال مانکن هم یکی از سریال های جدید او است که بازیگرانی همچون محمد رضا فروتن، نازنین بیاتی، مریم زارعی، امیر حسین آرمین، لیندا کیانی، فرزاد فرزین، الهام پاونژاد، عارف معماریان، رضا توکلی، پانتا کیقوبادی، بهشاد شریفیان، بهزاد خلج، رابعه مدنی، بهزاد محسنی، مائده محمدی و محمد صادقی در آن ایفای نقش می‌کنند. این مجموعه نمایشی در 26 قسمت تهیه شده است. مجید قاضیانی نقد درباره سریال مانکن داشته که در ادامه میشنویم. یورش فیلمسازان و سریالسازان به ساخت سریال برای شبکه نمایش خانگی سبب سیر نزولی شدید کیفیت این آثار شده است. شاید میشد در سالهای اولیه راه اندازی و رشد شبکه نمایش خانگی آثاری نظیر شهرزاد را مشاهده کرد که توانست یک تنه سهم بسزایی در رشد فرهنگ تماشای آثار از طریق شبکه نمایش خانگی داشته باشد. اما رفته رفته شاهد ظهور سریال های بسیار سطحی بودیم که در حال ضربه زدن به عرصه سریال سازی می باشد. سریال مانکن جدیدترین سریال شبکه نمایش خانگی است که توسط حسین سهیلی زاده کارگردانی شده است. سریالی که به تنهایی مرزهای سطحی و سخیف بودن را در عرصه سریال‌های شبکه نمایش خانگی چندین پله افزایش داده و با روایت یک قصه به شدت زننده که کپی ناشیانه ای از سریال‌های ماهواره‌ای می باشد ما را در همان ابتدای راه غافلگیر کرده است. داستان سریال درباره پسری به نام کاوه است که عاشق دختری دیگر به نام همتا می باشد. این دو نمی توانند به عشق خودشان پایبند باشند، چرا که کاوه مشکلات مالی بسیاری دارد و یک زن پولدار به نام کتایون هم کاوه را خریده تا همسر او باشد و در عوض بدهی های خانوادگی او را پرداخت کند. مانکن برای اینکه ثابت کند سریال ناامید کننده ای است خیلی ما را منتظر نمی گذارد. در همان سکانس اول و حضور کاوه و همتا زیر برف که با افکت های ضعیف همراه است دیالوگ هایی رد و بدل می شود که نمونه آن را امروز می توانیم در کلیپ های اینستاگرامی که هدفشان برانگیختن احساسات مخاطب است مشاهده نمایید. دیالوگ هایی که با موزیک و سوزناک بیان می شود و مطابق انتظار در ادامه بخش زیادی از سریال به پخش موزیک ویدیو می گذرد. موزیک ویدیویی که در آن تاب بازی و دویدن به چشم می خورد که قرار است این پیام را به مخاطب انتقال دهد که دو شخصیتی که دیدیم بسیار عاشق هستند. شخصیت های سریال تیپ های تکراری هستند که کوچکترین کلیشه ها درباره آنها رعایت شده است. مرد پیری که معتاد است و می دانیم که قرار است چه اقداماتی انجام دهد و باید چه انتظاری از او داشته باشیم. مادری که در فقر مطلق به سر می برد و دختر عاشقی که هیچ کار دیگر جز فکر کردن به کاوه و شنیدن نصیحت های اطرافیانش ندارد. شخصیت منفی داستان هم با بازی بسیار بد مریلا پازل سریال را تکمیل کرده است. زنی پولدار که ظالمانه ترین رفتار ممکن را پیش گرفته است و سازندگان سریال و چه انسانی برای او در نظر نگرفتند. عجیب است که سازندگان هیچ گونه پیچیدگی را برای شخصیت‌های سریال در نظر نگرفتند و آنان را در ساده ترین حالت ممکن در سریال گنجاندند. مانکن با ورود شخصیت‌های جدید به نظر می‌رسد که وضعیت بدتری هم خواهد داشت.
فرزاد فرزین خواننده مشهور هم یکی از بازیگران سریال است که بازی بسیار بد او در اینجا باعث تعجب مخاطبان می شود. او مطابق معمول قرار است نمک سریال باشد و حال و هوایی همانند هومن سیدی در عاشقانه رقم بزند. اما بازی بد او در کنار دیگر بازی‌های ناامیدکننده سریال خیلی زود ما را از سریال مانکن ناامید می‌کند. مانکن همانطور که در متن گفته شد با الگو برداری از سطحی ترین سریال ها ساخته شده و به راحتی می توان نام این سریال را به عنوان بدترین شروع ممکن برای یک سریال شبکه نمایش خانگی مطرح کرد. سازندگان سریال کماکان به دنبال کسب موفقیت های سریال عاشقانه هستند و ظاهراً به خلاقیت های خود برای روایت قصه ای تازه اعتقادی ندارند. مانکن مخصوصاً در بخش بازیگران با اختلاف فراوان بدترین سریالی است که در شبکه نمایش خانگی عرضه شده است.